سرخط خبرها. امریکا در تلاش شکست بن‌بست کنونی در افغانستان. پنتاگون به زودی راهبردش را در پیوند به مسئله افغانستان به دونالد ترامپ خواهد فرستاد. تأکید امریکا به برگزاری انتخابات پارلمانی. سفارت امریکا میگوید که حکومت باید زمینه برگزاری انتخابات را به زودی فراهم سازد. گام‌های نخستین حکومت برای عملی سازی برنامه امنیتی کابل. امنیت بازرگانان بیشتر در محور این برنامه قرار دارد. دی کابل امنیت دی چا مقابل دی پاره نده، ایچا دی تصفیه دی پاره نده، مثبت ده ایده دی پاره دی کابل خلق زوندو. و پشتیبانی امریکا از تحریم ها بر قطر. جیمز ماتیس میگوید حمایت دوحه از هراس افغانان بر ضد منافع امریکا است. به نام خدا سلام بر شما. به خبر 5:31 خوش آمدید. من درخشان صدقی هستم. امریکا یک راهبرد منطقه‌ای در پیوند به مسئله افغانستان در پیش خواهد گرفت. وزیر دفاع امریکا میگوید در این راهبرد تازه افغانستان در انزوا قرار نخواهد داشت. جیمز ماتیس که در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا حضور یافته میگوید که به زودی گزینه های احتمالیش در مورد شکست بن‌بست فعلی در افغانستان را در اختیار دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا قرار خواهد داد. افزون بر این، کاخ سفید همچنان از اعلام راهبرد جنگی امریکا در افغانستان به زودی خبر می دهد. همزمان دبیر کل ناتو تاکید کرده که ناتو بر پشتیبانیش از افغانستان ادامه می دهد. شما و گزارش از عماد رستایی. از آغاز به کار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا نزدیک به 5 ماه می گذرد. رئیس جمهوری که با رویکرد تازه می خواهد گروه های هراس افغان در افغانستان را شکست دهد. اینجا در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا رایزنی ها در مورد گزینه های مختلف به منظور شکستن بن‌بست امنیتی در افغانستان جریان دارد. ما یک رویکرد منطقه‌ای برای حل چالش‌های موجود در افغانستان در نظر گرفتیم. در این راهبرد نه تنها افغانستان در نظر گرفته شده، بلکه روی بعضی کشورهای منطقه مانند هند و پاکستان نیز تاکید شده است. بنابراین ما خیلی زود این راهبرد را بر رئیس جمهور ترامپ ارائه می‌کنیم تا درباره آن تصمیم گیری نهایی را اتخاذ کند. هدف از راهبرد تازه امریکا در پیوند به جنگ افغانستان بهبود وضعیت امنیتی در این کشور گفته شده است. اما بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان نگرانی های جنرالان امریکایی را نیز بیشتر کرده است. ما نسبت به وضعیت امنیتی در افغانستان نگران هستیم. وضعیت در این کشور نسبت به سال قبل بدتر شده و ما شاهد افزایش تلفات انسانی و نیروهای امنیتی افغانستان نیز بوده‌ایم. همزمان دبیر کل ناتو میگوید آنان به ماموریت پشتیبانیشان برای تمویل و تجهیز و نیز آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد. ناتو به مشارکتش در افغانستان ادامه خواهد داد. ما به ماموریت پشتیبانی و آموزشی ایمان با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهیم. اما پرسش اینجاست که چه زمان این راهبرد جنگی از سوی رئیس جمهور امریکا نهایی و اعلام خواهد شد. چیزی که خیلی برای امریکا اهمیت دارد مسئله افغانستان و مبارزه با داعش است. همان طوری که رئیس جمهور ترامپ وعده داده بود که با تمام گروه هراس افغان به شمول داعش مبارزه خواهد کرد، به آن متعهد است.
پیش از این برخی از جنرالان آمریکایی از رئیس جمهور تازه آمریکا خواستند تا برای مقابله با گروه‌های هراس افغان در افغانستان سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. خواست‌هایی که از جانب حکومت افغانستان نیز استقبال شده است. سفارت آمریکا در کابل خواهان برگزاری هرچه زودتر انتخابات پارلمانی شد. شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل میگوید که باید حکومت وحدت ملی زمینه را برای برگزاری انتخابات فراهم سازد. همزمان با این ناظران انتخاباتی باور دارند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی اراده برای برگزاری انتخابات پارلمانی ندارند و برگزاری انتخابات پیشرو به دلیل اختلاف نظر میان رئیس جمهور و نهادهای بین المللی به بنبست رسیده است. بشیر احمد قاسانی به این موضوع پرداخته. هرچند رهبران حکومت وحدت ملی بارها از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال روان خورشیدی سخن زدند، اما تا کنون هیچ آمادگی برای برگزاری انتخابات گرفته نشده است. حالا سفارت آمریکا در کابل گفته است که انتخابات پارلمانی باید بیدرنگ در سال روان خورشیدی برگزار شود و زمینه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز فراهم گردد. امریکا همان گونه که از مردم افغانستان در گذشته پشتیبانی کرده است، در آینده نیز به حمایت‌هایش از این کشور ادامه خواهد داد. اما ما خواهان برگزاری هرچه زودتر انتخابات پارلمانی هستیم تا زمینه برای انتخابات ریاست جمهوری نیز فراهم شود. در این میان تا کنون هیچ طرح کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رهبران حکومت وحدت ملی تایید نشده است و مشخص نیست که استفاده از تکنولوژی نیز مورد تایید رهبران قرار میگیرد و یا خیر. تا این وقت هم از طرف دونرای بمری و نه از طرف دولت اسلامی افغانستان یک وعده قطعی به ما داده نشده و یک فیصله قطعی صورت نگرفته که انتخابات آینده با استفاده از تکنولوژی صورت میگیره و اگر با استفاده از تکنولوژی بوده باشه در تمام مراحل بعد استفاده از تکنولوژی صورت میگیره، هم در فهرست رای دهندگان و هم در شناسایی رای دهنده و هم در روز رای دهی و هم در شمارش و جمع بندی آرا. ناظران انتخاباتی باور دارند که رهبران حکومت وحدت ملی اراده برای برگزاری انتخابات پارلمانی ندارند و استفاده از تکنولوژی نیز مورد تایید جامعه جهانی و برخی از علاقات در درون نظام قرار نگرفته است، چیزی که مسئله برگزاری انتخابات را به بنبست روبرو کرده است. هنوز اختلاف دیدگاه در میان رهبری حکومت وحدت ملی هم نسبت به برگزاری انتخابات وجود دارد در عرصه‌های مختلف، من جمله در استفاده از تکنولوژی. باورم ایست که کمپانی که آمده و یک نوع مارکتینگ یا بازاریابی به خود میکنه بسیار دشوار است که در عمل بتانه آنچه را که وعده میده انجام بده. با تاسف اراده وجود نداره، نه تعهد زمانی وجود داره، نه تعهد سیاسی و نه اراده برای برگزاری انتخابات. هر طریق ایجاد میشه فقط هدفش برای مصرف ساختن نهادهای دستان در کار هست. تأخیر در برگزاری انتخابات انتقادهای زیادی را به همراه شده است. جریانهای سیاسی بارها از حکومت وحدت ملی انتقاد کردند که اراده برای برگزاری انتخابات ندارد، اما حکومت وحدت ملی تاکنون پاسخ قناعت بخش در این مورد به مردم ارائه نکرده است. رئیس جمهور غنی می گوید که برنامه امنیتی کابل از روی کاغذ در عمل پیاده خواهد شد و این برنامه در تقابل با کسی نیست، بلکه برای تصفیه و تامین امنیت شهر آماده شده است. رئیس جمهور غنی هشدار می دهد پس از فیصله محکمه یک روز هم در اعدام کسانی که بازرگانان را می ربایند تعلل نخواهد کرد و در دیدارش با سرمایه گذاران و بازرگانان تعهد می کند که برای حل چالش های فراراه بازرگانان و صنعتکاران دو نشست شورای عالی اقتصادی را اختصاص خواهد داد. شما و گزارش از تمیم شهیر. ما یک بحث اساسی امرای پارلمان افغانستان شروع کردیم، امرای تمام نهادها. کابل به این رقم قابل زندگی نیست. دیدار رئیس جمهور با سرمایه گذاران و بازرگانان. سرمایه گذارانی که در رویداد چهارشنبه چهارراهی زنبق خسارات مالی و جانی دیدند. شرکت مخابراتی روشن، تلویزیون یک، هتل کابل استار، عزیزی بانک و بیمارستان رویال که بیشترین خساره را دیدند، در این نشست از رئیس جمهور غنی خواستهایی دارند. تامین امنیت یکی از خواستهای این سرمایه گذاران است.
رئیس جمهور تعهد میکند که برای سرمایه‌گذاران و متشبثان ساحه ویژه در نظر گرفته خواهد شد تا امنیتشان تامین شود و در کل درباره مسئولیت و امنیت شهر کابل با گروه‌های مختلف مشوره خواهد کرد. اساسی خبرم داده چه امنیتی پلان دی کابل باید کاغذ مخکران پاتمیس. ما دوانیم کالا مخکی تاس پیادی چه در طول تویلی چه راسی دی کابل پا امنیت بانده اجماع وکی. پیادم دی. تاس جلسو کیوی. دی کابل امنیت دی چا مقابل دی پاره نده، ایچا دی تصفیه دی پاره نده، مثبت ده ایده دی پاره چه دی کابل خلق زوندو کن. او کابل چه اوسا اوسی بالاخره دا وطن اوسا کیگی. رئیس جمهور غنی همچنان تاکید دارد که در برابر دشمنان بازرگانان تعلل نکرده است. وی به آدم ربایان هشدار می دهد که پس از فیصله دادگاه درباره اعدام ربایندگان یک لحظه تعلل نخواهد کرد. اختطاف زیوزن. شک و شبه دی نلیل. اما ادایت داده چه دقیقه طول خلق چه اختطاف که داخل و پا واضح توگه. تحقیقات تکمیل سی، محاکمه او سی، او که محاکمه دی اعدام حکمو که یو لحظه اونه در این که. تنها در رویداد چهارشنبه چهارراهی زنبق 150 نفر از کارمندان عزیزی بانک زخم برداشتند و به همین گونه 33 کارمند شرکت مخابراتی روشن کشته و نزدیک به 88 کارمند دیگر این شرکت زخمی شدند. 33 تن از کارمندان ما شهید شدند که 21 تای از از کارمندانی بود که قراردادی هایی که با ما کار میکردن. حدی اوسط سنی از 27 بود و متخصصینی بودن که نه تنها بر روشن یک زایه بوده بلکه یک زایه بزرگ برای کشور است که کشور سرمایه خود از دست میده. اما در بخش خسارات مالی تلویزیون 1.5 میلیون دلار، شرکت مخابراتی روشن 5 میلیون دلار، کابل استار 6 میلیون دلار و به همین گونه بیمارستان رویال و عزیزی بانک خسارات هنگفت مالی دیدند. رئیس جمهور به این نهادها تعهد کرده که راه‌های کمک و قرضه را فراهم خواهد کرد. در این حال معترضان 6 خیمه تحصن را از جاده‌های کابل برچیدند. جنبش رستاخیز تغییر تاکید دارد که این اقدام پاسخ به خواست شهروندان بوده اما به معنی منصرف شدن از تقاضاهای قانونیشان نمی باشد. در این حال برخی باشنده های کابل با انتقاد تند از حکومت می گویند حالا که دیگر خیمه ها برداشته شده حکومت باید به موانع کانتینری نقطه پایان بگذارد. همزمان وزارت داخله می گوید هیئت گماشته شده تا به زودی تمامی مانع های غیر ضروری در جاده های کابل را بررسی و برای برداشتن آن اقدام جدی نماید. محمد غازی رسولی به این موضوع پرداخته. ازدحام بیش از حد چهار راه جاده 15 وزیر اکبر خان. فرمان صادر شده که جز وسایط دولتی و شهروندان با کارت های هویت مشخص و آبرین معمولی اجازه رفت آمد داده نشود. بند کانتینر مونده مظاهره از خطاط نظامی است را بند. اما موانع کانتینری حکومت اینجا از عوامل اصلی ترافیک سنگین در شهر به شمار می رود. چاره عبدالله حرکت می کنیم تا شهر 5 دقیقه بود. حالا 5 دقیقه را ما در 2 ساعت می کشیم به خاطر دولت. دولت باید مشکل مردم رفع کنه، نه که با مردم مشکل جور کنه. ولی کانتینرها رو شما ببینید چی حالا چند روز شد. اگر ملت کلش مسلمان باشد در 3 روز سرنوشت مملکت جور میشه. اگر حکومتش خوب شد کلش دفاع کنه، اگر بعد از 3 روز کلش اصلاحش میکنه جواب بگوید به این کارهایی که هست. اینجا جاده 80 متری فرودگاه کابل. معترضان جنبش رستاخیز هر دو خیمهشان را از 4 راه هنگرها و لبجر خیرخانه از روی جاده برداشتند. خوش هستم رای کل مردم اله است، رای مریض اله است، یک مشکل، یک غریب، یک بیچاره. مشکل خو کل برای غریب و بیچاره بود، برای کسای کلان خونه بود. اندک نزدیکتر به مرکز شهر، قوای مرکز، بخش مزدحم شهر که در روزهای پسین گواه ترافیک سنگین بود، معترضان جنبش رستاخیز خیمه دیگرشان را از همین جانیز برچیدند. بزرگچه خوش هستیم که بدل خود را رواز کردن، خالیشان آباد با مشکل مردم رفع کرد. صرف این کانتینرهایی که از طرف آقای اشرف غنی مانده شد، این موانع در مقابل تمام شهریان کابل است. با این موتر تیلری 12 متری که شما میبینید.
برخی اعضای جنبش رستاخیز اما در نشست خبری در نخستین خیمه این جریان در چهارراه شیرپور علت برچیدن خیمه ها از بخش های پر رفت آمد شهر را پایان دادن به مشکلات مردم عنوان می کنند. مردم افغانستان تصور نکنند که برداشتن خیمه ها به معنای پایان تحسن و مبارزه و اعتراض است. فقط به خاطر ماه رمضان و به خاطر احترام گذاشتن به مردم افغانستان که شبها و روزهای عید می رسد به او خاطر یک تعداد خیمه های ما را برداشتیم. از سوی هم این جنبش حکومت را اینجا به مناظره می طلبد و تاکید دارد هر که از میدان مناظره موفق بیرون آمد برحق است و دیگری باید عقب نشینی کند. باشنده هایی که مجبورند کیلومترها را بابت راهبندان حکومت و معترضان پیاده گشت و گذار کنند. با اینکه معترضای جنبش رستاخیز بخش بزرگی از خیمه های تحصانشان از جدای پایتخت برچیدند اما مشکل دیگه برمیگرده به کانتینرهای حکومتی. حکومت هم در بخشی از جاده‌های پایتخت با چیدن کانتینرها جاده را برای عبور و مرور شهروندان کابل بسته کرده. از جمله جاده 15ام، جاده 16ام و اندکی طرفتر هم جاده‌ای که چهارراه شیرپور را به چهارراه زنبق وصل می‌کنه. امروز در وزارت داخله یک نشست داشتیم تحت رهبری وزیر امور داخلی افغانستان. بحثی بود که او ساحاتی که مشکلات جدی امنیتی ندارند در گام نخست باید اینا برداشته شوند. یک هیئت مذهب شده و یک سروی میکنه به صورت عموم کابل و در هر جای و در هر گوشه و کنار کابل که همچون موانع غیر ضروری باشه اینا رو باید برداریم. امروز 13 روز از تحسن جنبش رستاخیز تغییر در جاده های پایتخت می گذرد. جریانی که پس از گلوله‌باری حکومت بر معترضان راهپیمایی دو هفته پیش که منجر به جان باختن 5 معترض شد ایجاد و خواستار کنار رفتن مقام های ارشد امنیتی و رئیس جمهور و رئیس اجرایی شد. خون سربازان کشور برای دولت هیچ ارزشی ندارد. شماری از آگاهان و شهروندان کشور حکم اخیر دادگاه نظامی بر مومند کتوازی فرمانده پیشین قلردوی 209 شاهین را فریبنده و نادیده گرفتن خون 150 سرباز می دانند که در رویداد 2 ماه پیش جان باختند. وزارت دفاع ملی اما می گوید این فیصله با شفافیت و بر بنیاد قانون صورت گرفته است. فردی که به حبس تعلیقی متهم می شود تنها ترفیع کرده نمی تواند. اما با وظیفه خود ادامه داده و در صورت بروز شایستگی در کار حکم لغو شده می تواند. سجاد محمدی جزئیات می دهد. فرد نخست قل اردوی 209 شاهین که از اثر غفلت وظیفوی او ده مهاجم مسلح وارد این قل اردو شد و قتل عام سربازان ارتش را براه انداختند. در این رویداد در اول ثور 150 سرباز و افسر ارتش جان باختند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. پسانتر وظیفه مهمند که توازی و شمار دیگر از افسران و سربازان به دلیل غفلت وظیفوی به حالت تعلیق درآمد. با وجود فاجعه قل اردوی 209 شاهین، حالا دادگاه ابتدایی نظامی این قل اردو مهمند که توازی فرمانده پیشین قل اردوی 209 شاهین و رئیس ارکان او را به 1 سال حبس تعلیقی محکوم کرده است. حبس تعلیقی به معنای است که نفر ترفیع کرده نمیتواند به رتبه بلندتر تعیین بست شده نمیتونه، حبس نمی باشه، منتها در قطع وظایف خود انجام میده با در نظر داشته اهلیت و درایتی که از خود نشان میده ممکن است به اساس فیصله محاکم حبس تعلیقی از او باز اثرش برداشته شد. این حکم برای خیلی ها تعجب آور است. مسئول درجه نخست قل اردو که از اثر غفلت او 150 سرباز جان باختند به 1 سال آن هم حبس تعلیقی محکوم می شود. ظاهرا خون این سربازان برای دولت ارزش ندارد. آنچه آگاهان می گویند. چرا اینا به اشد مجازات مواجه نشدند؟ اینها همه نشان می ده. اینها همه نشان می دهند که دولت با مردم بازی می کنه. با خون سربازان و افسران و شهیدا بازی میکنه و من نمیدانم این شوخی این بازی تا چی وقتی ادامه میآوه. خاک در چشم مردم زدن تا چی وقتی ادامه میآوه. این محکمه ابتدایی است، ممکن است در محکمه های بعدی به یا تغییرات وارد شود، اما محاکم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که بر اساس شفافیت و وضع قوانین ادگی جزایی این محاکم بالای افراد
به شکل مختلف و به میاد مختلف محکومیت های مختلف را مرئی داشتند. این حکم خشم باشندگان مزار شریف را هم به همراه شده است. کسی که غفلت وظیفه‌ای میکنه باز به این اندازه بزرگ که بیشتر از 150 نفر شهید میشه و به ده ها زخمی به نظر می عادلانه نیست. یک سال حبس تعلیقی که برای دولت شده و قابل قبول نیست و خواهشان ما به حیث یک شهروند از حکومت میخواهیم که دوباره بازنگری کنه. دادگاه ابتدایی نظامی قل اردوی 209 شاهین جدا از مهمند کتوازی و رئیس ارکان او 19 تن از سربازان و افسران دیگر این قل اردو را به 2 سال حبس تنفیذی و تعداد دیگر را به 1 سال حبس تنفیذی محکوم کرده است. همچنان 3 تن از افسران که به غفلت وظیفوی متهمند فرار کردند. پیشتر در دادگاه مشابه دیگر هم 10 عضو ارتش افغانستان به شمول 3 جنرال به خاطر غفلت وظیفوی در پیوند به حمله بر بیمارستان سردار محمد داوود که در آن بیش از 50 تن جان باختند از 1 تا 2 سال حبس محکوم شده بودند. و در یک خبر تازه هم امرالله صالح از سمتش استعفا داد. آقای صالح وزیر دولت در بخش اصلاحات نهادهای امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد نیروهای امنیتی استعفایش را در صفحه فیسبوکش نوشته است، اما دلیل استعفایش را نگفته است. مادران افغانستان از تهدیدهای هراس افغانی نمی‌هراسند. پیام رولاغانی بانوی نخست کشور است که در یک ویدیو به پیشواز از روز مادر به هراس افغانان فرستاده است. بانوی نخست کشور در این پیام وضعیت کشور را همچنان حساس دانسته و از تمام مادران در افغانستان می‌خواهد که فرزندانشان را برای همدیگر پذیری تشویق کنند. دشمنان افغانستان باید بدانند که مادران افغانستان هیچگاه از تهدیدات تروریستی نمی ترسند و در فرزندان خود بیشتر از قبل روحیه قوی و حس وطن دوستی را پرورش می دهند. وزارت مالیه در مورد رد قرارداد فروش زمین از سوی مجلس نمایندگان با پارلمان رایزنی می کنند. وزارت مالیه می گوید از آنجایی که این قرارداد به نفع مردم افغانستان تمام می شود، بحث ها در این باره با مجلس نمایندگان بر سر این که به یک نتیجه واحد برسند جریان دارد. مرتضی پیکار به این موضوع پرداخته. بحث ها و جنجال ها بر سر فروش زمین های دولتی به شرکت الکوزی. بعد از سر و صداها بر سر قضیه فروش زمین های دولتی به یک شرکت خصوصی به بهای اندک، دیروز مجلس نمایندگان قرارداد فروش این زمین ها را با اکثریت آرا رد کرد. حالا وزارت مالیه می گوید در این مورد با مجلس رایزنی می کند تا به یک نتیجه واحدی دست یابند. بحث ها با پارلمان افغانستان جریان دارد تا ما بتانیم در نتیجه رضایت هر دو جانب در این عرصه یک نتیجه عملی داشته باشیم. ولی قرارداد با الکوزی تاثیرش بالای مردم افغانستان است، تاثیرش بالای وضعیت فعلی افغانستان است. اتاق تجارت اما میگوید دولت باید سرمایه داران را تشویق کند و مجلس نمایندگان در مورد این قرارداد نباید چنین تصمیم میگیرد. این تصمیم پارلمان و تمام آن افراد میکنیم و تصمیمی است که خلاف تشویق سرمایه‌گذاری است، خلاف قوانین بین‌المللی است، خلاف قوانین داخلی است. یعنی با موضوعات اقتصادی باید برخورد اقتصادی شود، نه برخورد سیاسی. مجلس نمایندگان فروش زمین‌های دولتی به بهای 167 متر مربع به شرکت خصوصی الکوزی را جفا به حق مردم و سرمایه‌گذاران دانسته و این کار حکومت افغانستان را امتیاز دهی به یک شرکت خصوصی دانسته است. اعضای مجلس نمایندگان تاکید دارند که شرکت الکوزی در کارزارهای انتخاباتی یکی از حامیان پولی رئیس جمهور غنی بود و به همین دلیل حکومت چنین قرارداد را با این شرکت بسته است. با همین ترتیب سرویس خبری 5:30 امشب هم در همین جا به پایان رسید. ممنون که یک را بیننده هستید.